هزاران نفر از مردم لیبی در ترابلس پایتخت و سایر شهرهای این کشور در اعتراض به تمدید مدت فعالیت کنگره ملی دست به تظاهرات زدند. کنگره ملی مدت فعالیت خود را تا پایان سال جاری میلادی تمدید کرده این در حالی است که مخالفان معتقدند این نهاد قادر به ساماندهی اوضاع آشفته کشور نیست و خواهان انتخابات جدید هستند. در همین حال روز جمعه طرح کودتای ژنرال خلیفه هفتر فرمانده پیشین ستاد ارتش شکست خورد. علی زیدان نخست وزیر لیبی نیز با حضور در تلویزیون صدور دستور بازداشت بیش از سی نفر را در ارتباط با کودتا تایید کرد عبدالسلام جداله فرمانده ارتش لیبی درباره طرح کودتا گفت آنها میخواهند از شرایط آشفته کشور استفاده کنند و قدرت را به صورت غیرقانونی در دست بگیرند اما نیروهای ارتش و انقلابیون در برابر توصل به زور برای سرنگونی دولت و پارلمان میستند. جنرال هفتر روز جمعه با صدور بیانیه ای سرنگونی دولت و پارلمان را اعلام کرده و گفته بود که در نظر دارد از تمام گروه های سیاسی برای تشکیل دولت جدید دعوت کند.